به نام یگانه ذات پیدایی پنهان دوستان عزیز شما را خوش آمدید میگیم به یک برنامه دیگر تحت تاریخچه مختصر افغانستان با گرداندگی من مهربان فرخاری دوستان اگر از کانال ما نیستید کانال ما را همین حالا سابسکرایب کنید و را بزنید تا از ویدیوی بعدی ما جا نمانید معرفی مختصر افغانستان افغانستان سرزمین افغان یک کشور کوهستانی و محاد پخشک است که در آسیای مرکزی موقعیت دارد این کشور که تاریخ 5000 ساله دارد نخست به نام آریانا و بعدا به نام خراسان یاد گردیده اما در سال 1126 خورشیدی در زمان حاکمیت احمد شاه بابا افغانستان جای تمام آریانا و خراسان را گرفت بعض از مورخین تعین دقیق سرحدات امپراتوری افغان کار دشوار دانسته اما گفتند که زمان الا 16 درجه طول البلد و داشت آنها میگن که سرحدات این امپراتوری در شرق به سرحد هند که در 150 کیلومتری دهلی موقعت دارد در غرب الا مشهد که از دریای هزار با همین فاصله موقعت دارد و در عرضی این امپراتوری از دریای آمو گرفته و در جنوب الا خلیج فاس ادامه می وسعت وسط امپراتوری احمد شا بابا وقتا فوقتا بر اختلافات میان نواسه های وی و بعدا میان برادران محمد زی رو به زوال کردید. موقعت جغرافیه افغانستان فعلی شمال و جنوب غرب افغانستان مناطق خشک و هموار زیادی دارد و در جنوب آن نزدیک به مرز پاکستان دشت های ریگزار دارد. افغانستان در شرق و جنوب به 2430 کیلومتر با پاکستان در با پاکستان در غرب با ایران 936 کیلومتر در شمال غرب با ترکمنستان 744 کیلومتر در شمال با ازبکستان 137 کیلومتر در شمال شرق با تاجیکستان 1206 کیلومتر و با چین 72 کیلومتر مرز مشترک دارد. افغانستان با داشتن 652864 کیلومتر مربع مساحت پد از کشورهای چین، ایران، پاکستان چهارمین کشور بزرگ در منطقه میباشد باشد. این کشور از نظر واحدها با به 34 ولایت و 398 ولسوالی تقسیم گردیده است. جنگ های در جنگ ها در افغانستان افغان ها در طول تاریخ برای آزادی کشورشان در برابر سکندر مقدونی صفوی های ایرانی مغول و دیگر به جنگ و مبارزه پرداخته اند انگلیس نیز با افغان ها زور آزمایی نموده است که جنگ اول افغان انگلیس در سال های 1217 الی 1221 شمسی جنگ دوم در سال 1257 و جنگ سوم در سال 1298 شمسی بوده است افغانها بعد از جنگ سوم انگلیس از استعمار انگلیس استقلال خود را دوباره به دست آوردند این کشور بعد از استرداد استقلال کشور تا سقوط رژیم محمد داود که در سال 1357 از طریق احزاب طرفدار شوروی خلق و پرچم صورت پذیرفت شاهد بعضی از بینظمی ها و عرج ها بوده است اما نسبتا آرام و در حال پیشرفت قرار داشت اما یک بار دیگر جنگ ها و ناهمنی های زیادی در این کشور آغاز یافت که مردم افغانستان در مقابل حاکمیت احزاب یاد شده برای جهاد کمر بستند نیروهای مجهز با وسایل پیشرفت اتحاد شوروی وقت به تاریخ 6 جدی سال 1358 بر افغانستان هجوم نمودند اما مردم افغانستان در مقابل آنها ایستادگی نموده و تا زمان به جهادشان ادامه دادند که غرور ارتش متجاوز را در هم کوبید و به تاریخ 26 ماه میزان سال 1367 از افغانستان اخراج نمودند تعداد دقیق تلفات ناشی از تجاوز شوروی وقت معلوم نیست اما گفته می شود که بیش از یک میلیون افغان در نتیجه این تجاوز جان باخته اند تن مهاجر شدند زیر کشور از بین رفت و 15000 سرباز شرعی نیز به قتل رسیدند مجاهدین افغان بعد از اخراج نیروهای متجاوز رژیم دکتر نجیب الله را که به حمایت شورای و به وجود آمده بوده است سقوط داد و حضرت سبقت الله مجددی بنا بر مشوره احزاب جهادی به تاریخ 8 ثور سال 16 افتاد یک به کرسی قدرت تکیه زد اما دیر نگذشته بود که به بر سر بدست آوردن قدرت میان احزاب مختلف مجاهدین جنگ های داخلی آغاز کردید و در این درگیری ها ملشه های جنرال دوستوم رژیم نجیب نیز شامل شدند و حرکت طالبان در سال 1373 با تحت از بین بردن بینظمی و حفظ ارزش های اسلامی در کندهار به فعالیت آغاز نمود و تا سال 1375 تعداد زیادی ولایت را به شمال کابل را تصرف کردند اسام بلادن رهبر سازمان القاعده که باشنده اصلی عربستان سعودی می باشد و در مقابل قشون سرخوش روی در کنار مجاهدین افغانستان ایستاده بود نیز با طالبان مثلا یک جا گردید اما اسام بلادن از طرف امریکا به از داشتن در رویداد 11 سپتامبر سال 2001 میلادی متهم گردید و امریکا از طالبان خواست تا را از افغانستان اخراج نماید اما زمانی که طالبان این خواست امریکا را نپذیرفتند در ماه اکتبر همین سال نخست بر طالبان حمله هوایی و بعدا به کمک ائتلاف شمال دست به حملات زمینی زدند و رژیم طالبان را سقوط دادند برای از بین بردن مخالفین مسلح دولت افغانستان و القاعده به 42 هزار نیرو و 46 کشور جهان با یک ست هزار نیروی امریکایی یک جا گردیده اما با آن هم نه تنها امنیت در کشور تابیل نشده بلکه فعالیت های مخالفین مسئله طالبان مسلح طالبان حزب اسلامی و برحبرت گلبدین حکمتیار گروه حقانی و غیره روز بر روز وسط پیدا کرد و اکنون دامن نامنه ها از جنوب به ولایت شمال نیز گسترش یافته است بارک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در ماه مارچ سال 2009 میلادی هنگام اعلان نمودن استراتژی جدید خود در قبال پاکستان و افغانستان وضعیت هر دو کشور را بسیار خطرناک خواند. اوباما در ماه دسامبر همین سال گفت که خروج سربازان خود را در ماه جولای سال 2011 از افغانستان آغاز خواهد کرد. نیروهای ناتو نیز در سال 2014 را برای سپردن امور امنیتی به نیروهای افغان را تاریخ نهایی تعیین نمودهاند انواع دولت ها در افغانستان الف حکومت محمد داود محمد داود به تاریخ 26 سرطان سال 1352 برای نخستین بار در تاریخ افغانستان نظام جمهوری را به عوض نظام شاهی به آورد بعد از آن بدون طالبان که امارت اسلامی را اعلان نموده بودند نظام های کشور جمهوری بوده اما بدون حکومت منتخب کرزی حکومت های دیگر از طریق حرکت های نظامی و یا کودتاها ها به میان آمده است محمد داود از طریق کودت قد... های سفید به قدر رسید و محمد زایر را که از ملک تابعید نمود رژیم محمد داود از طریق کودت های خونین احزاب طرفدار شوروی خلق و پرچم از هم پاشد داود را یک جبهه از خانواده و وی به رساندند و به وی نور محمد ترکی را به حیث رئیس جمهور اعلان نمودن. ترکی مربوط به حزب خلق در ماه سنبله سال 1358 توسط حامیان حفیظ الله امین وی دیگر از این حزب به شکل مربوط در ارگ به قطر رسید و امین که ترکی شاگرد وفادار خود می دانست به حیث رئیس جمهور به کار آغاز نمید. اما نیروهای شوروی بر افغانستان حمله نمودند امین را در دارلمان کابل به قتل رساندند و بابرا کارمر مربوط حزب پرچم به حمایت از نیروهای شوروی به قدرت رسید کارمر در ماه سور سال 1365 از ریاست کمیته مرکزی حزب استفاداد و در ماه عقرب همین سال از ریاست جمهوری نیز کنارگیری کرد و دکتر نجیب الله عضو دیگری از این حزب به قدرت رسید نیروهای شوروی هنگام حاکمیت نجیب الله از افغانستان اخراج گردید و حکومت نجیب نیز توسط مجاهدین به تاریخ 8 سور سال 1371 سقوط کرد و سبقت مجددی با مشوره احزاب جهادی به حیث ممثل دولت اسلامی تعیین گردید مطابق مشهوره احزاب جهادی دو ماه بعد سبقت مجددی قدرت را به برهان دربانی رهبر جمعیت اسلامی افغانستان تسلیم نمود و ربانی به تاریخ نوی جوزای 1371 از طرف شروع اهل حل و عقد برای دو سال به حس رئیس جمهور تعیین گردید. اما ربانی به حکومت خود ادامه میداد که در سال 1375 کابل در دست طالبان افتید و امارت اسلامی را اعلان نمودند. اما حکومت طالبان در نتیجه حمله نظامی امریکا از بین رفت و حامد کرزای در نشست بند برای شش ما رئیس جمهور اداره موقت او بعد از تاریخ لوی جرګه استرار برای دو سال په حیثیت رئیس جمهور انتقالی تعیین کردید قانون اساسی فعلی افغانستان و اساس آن نظام کشور جمهوری اسلامی است و با تاریخ 13 جدی سال 1382 از سرخ لوی جرګه تصویب کردید بر اساس این وق این قانون در تشکیل دولت افغانستان رئیس جمهور منتخب دو معاون وایش و شورای ملی متشکل از دو مجلس ولایتی جرگا و مشران جرگا و قوه قضایه وجود دارد اعضای سر محکمه توسط رئیس جمهور تعیین و از اولسی جرگا رای اعتماد می گیرند. رئیس جمهور و معاونین وی از طریق رای مستقیم مردم برای 5 سال تعیین میگردد اگر یک نامزد در مرحله اول پروسه انتخابات 50 درصد جمع یک را رای را به دست نیاورد در این صورت دو نامزدی که بلندترین رای آرا را داشته باشند برای بار دوم در پروسه انتخابات سهم گیرند رئیس جمهور برای دور دوم ریاست جمهوری خود را نامزدی میکنند نخستین انتخابات ریاست جمهوری به تار خجده میزان سال 1383 به اشتراک 8 میلیون تن که تقریبا نصف آنها را زنان تشکیل میدادند برگزار کردید و حامد کرزی با بدست آوردن 54 درصد آرا به حیث رئیس جمهور تعیین گردید کارزای در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 29 اسد سال 1388 راه اندازی کردید نیز در حال برای 5 سال به حیث رئیس جمهور تعیین شد که شکایات زیادی در رابطه با تقلب در انتخابات وجود داشت دولت مرکزی در مناطق روستایی نفوذ کمی دارد زیرا ضوابط اسلامی و سنتی در حل مشکلات شخصی به شمول فعالیت‌های های قومی نقش مهم دارد جامعه افغانی با داشتن رسم رسوم قومی اسلامی بر اساس پایه های قرابت و خشاوندی استوار است در حالی که این سطح در مناطق شهری تا حد کاهش دارد شورای پارلمان تلاش اجدای شورای ملی در افغانستان برای نخستین بار در زمان امان خان آغاز گرده در این دوره نخستین نخستین قانون دولت نظام نامه اساسی دولت را در افغانستان از طرف لوی تصویب و در این قانون بنامی شورای دولت پیش بینی صورت گرفت شورای ملی در زمان حاکمیت نادرخان در ماه سمبله سال هارسد چ خورشیدی تشکیل گردید اما ریس آن عبدالاحد مایار نماینده وردک توسط خود نادرخان تعیین گردید بعد از آن که نادرخان در سال 1316 زری شلیک تفنگچه یک شاگرد مکتب به قتل رسید محمد ظاهر پسر نزده ساله وی به حیث شاه افغانستان تنگ گردید اما امور دولت عملا توسط صدر اعظم محمد شاه هاشم خان انجام میگیرد در دوره صدارت هاشم خان در سال 1312 الا 1325 شمسی دوره های دوم و چهارم پنجم و ششم این پارلمان با کار خود ادامه داد بعض از معرخین می نویسند که حکومت در دوره صدارت شاه محمود در انتخاب دوره هفته این پارلمان سال 1328 الى 1331 هیچ مداخله نکرد و تعداد زیاد مردم در آن سهم داشتند. و حالا جلب شما جلب توجه میکنن به نفوس افغانستان نفوس مجموعه افغانستان حدودی 26 میلیون تن تخمین گردیده است که از جمله هر هفته یک تن آنها در کابل زندگی میکنند شهرهای کندهار درجه دوم در درجه دوم قرار دارد که بیش از نیم میلیون نفوس دارد بعد از آن شهر هرات در غرب مزار شریف در شمال و شهر جلال در شرق کشور شهرهای بزرگ میباشند حدود 22.5 میلیون مهاجر ثبت شده ای افغان تا حال در پاکستان ایران زندگی میکنند از جمله لسان های پشتو دری اوزبکی ترکمنی بلوچی پشایی نورستانی لسان های دیگر در کشور است و پشتو دری لسان های رسمی به شمار می دوستان عزیز باز هم سبسکرایب را فراموش نکنید و کامنت و نظرهای شما باعثی بهبودی برنامه ما خواهد شد تا برنامه بعدی شما را به لایک سپارم خدا یارم